بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران و همشیرهای محترمی بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایمان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما به سلسله پروگرام دفاع از احادیث و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم که در هر هفته برای شما از تلویزیون ایمان به نشر میرسد، امروز هم به توفیق الله سبحانه و تعالی با یک حدیث، با ذکر یک حدیث از کتاب عمدة الاحکام که مسائل احکام مسائل را از احادیث ذکر می کند، ما این موضوع را این نشر خود را امروز هم به سمع شما به مثل سابق به سمع شما میرسانیم. و این حدیث شریف حدیث به قرار امو ترتیبی که ما شروع کردیم، این 63 حدیث میاد. بنابراین در بعضی حساب هایی که از نزدیک از کتاب صلات شروع کردن، این 5 حدیث میام. از عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت شده است، قال صلیت مع رسول الله صلی الله علیه و سلم رکعتین قبل الظهر و رکعتین بعد الظهر و رکعتین بعد وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. دري حديث شريف که از عبدالله ابن عمر رضی الله صحابی جلیل القدر است، از این روایت شده است که رسول گفت، فرموده است که صلیتو، من نماز خواندم امرای رسول الله صلی الله علیه و سلم 2 رکعت پیش از ظهر و 2 رکعت بعد از ظهر و 2 رکعت بعد از نماز جمعه و 2 رکعت بعد از نماز شام و 2 رکعت بعد از نماز خفتن. و در لفظ دیگر آمده است که نماز شام و نماز خفتن و نماز جمعه را امی 2 رکعت را در اینها در خانه خود رسول الله صلی الله علیه وسلم خوانده است. و در لفظ دیگر چنین آمده است که ابن عمر گفته است که حدثتنی حفصه ان النبی صلی الله علیه و سلم کان یصلی سجدتین خفیفین بعد ما یطلع الفجر و کان ساعتا لا ادخل علی النبی صلی الله علیه و سلم فیها. میگه خواهر ما حفصه که زوجه خانم از امهات المؤمنین است، او گفته برای ما ایتو روایت کرد که رسول الله صلی الله علیه وسلم همواره بعد از اینکه نماز فجر وقتش داخل می شد 2 سجده خفیف میکرد، یعنی 2 رکعت نماز سنت فجر را به صورت خفیف می خواند، یعنی بسیار دراز نمی کرد قرائت ده، او سجده را خفیف می کرد بعد ما یطلع الفجر، و او در وقتی می بود که ما نزدی از او رفتن نمی تانستیم دیگه، یعنی او مشغول ام عبادت و چی خود می بود. خب حالی در اینجا
در این حدیث آمده که این سنن رواتب است. در بحث سنن رواتب است. سنن رواتب یعنی سنن هداست، یعنی سنن مؤکد است. در این حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت میکنه که دو رکات نماز ظهر را پیش به حیث سنت ظهر دو رکات ماموری رسول الله صلی الله علیه وسلم ما خواندیم. لکن در روایتی که گفته او صحیح است و از این که قوی تر است که در بخاری شریف است و بی بی عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت کرده که 4 رکات رسول الله صلی الله علیه وسلم پیش از نماز ظهر می خوانده. چنانچه مذهب حنفی هم امی خواندن 4 رکات را پیش از ظهر بسیار تاکید میکنه که 4 رکات بعد از نماز پیش از نماز ظهر خوانده شود. علت ازیرا در کتاب سبل السلام اینطور ذکر میکنه که اصلا صحابه اکرام خب بسیار امین مردم بودن، چیزی را که میدیدن امر روایت میکردن. رسول الله صلی الله علیه وسلم چون 4 رکات نماز سنت پیشین را در خانه می خواندن، اغلبا ای صحابی امو 2 رکات را دیده که وقتی که در مسجد می آمد به حیث تحیه مسجد می خواند، از این سبب گفته که رسول الله صلی الله علیه وسلم همواره 2 رکات را پیش از نماز پیشین می خواندن. و این غلط فهمی نشوه که اصلا 4 رکات سنت پیش از نماز فرض پیشین به کلی ثابت و صحیح است. و امام سرخسی سب در تفضیل عظیم از نگاه دیگه دلایل، از نگاه قوت روایتش خو قوی هست، در این شک نیست. و توجیهش هم براتان علما گفتن که به این سبب صحابی جلقدر عبدالله ابن عمر 2 رکات گفته. 2 رکات یعنی 2 رکات چی بوده؟ شاید تحیه مسجد بوده. خب اما یک علتی یعنی چی را بیان میکنه امام سرخسی سب، او میگه که ببینین در 4 رکات قراءت زیاد است نسبت که انسان 2 رکات بخوانه، و اگر نماز 2 رکات بخوانه باز 2 رکات بخوانه. در این یعنی در 4 رکات هم الحمدلله خوانده می شود چون سنت است، یعنی در باب نوافل است، هم الحمدلله خوانده می شود هم امرایش یک سوره زم می شود. بعد از او که انسان تحیات میخونه، باز که میخیزه باز الحمدلله خوانده میشه، باز امرایش یک سوره زم میشه. و اگر فرض کس بخونه که 4 رکات است، در 2 رکات اول از الحمدلله امرای یک سوره خوانده میشه، 2 رکات آخر از او خوانده نمیشه. و در سنت اینمی چون که موضوع ازی به سماحت است و از این سبب در این قرآت زیاد است، پس 4 رکات اگر بخوانه در این قرآت زیاد است و این بهتر است. از نگاه چی میگه؟ از نگاه یعنی مفهوم خوب بودن نماز و 4 رکات به این سبب که در هر 2 رکاتی از این هم قرآت کامل میشود. و اگر 2 رکات بخوانه 2 رکات دیگه از این میمانه که یعنی در او چرا نخوانده است. پس بهتر هم ایست که هم از نگاه روایت هم از نگاه درایت 4 رکات نماز سنت ظهر ای راجح هست و صحیح هست نظر بر روایت بی عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها. خب و در بعضی روایات دیگر ایتو آمده که هر 2 صحیح است. اگر 4 رکات هم بخوانه درست است، اگر 2 رکات سنت هم بخوانه، نظر به همین روایتی که عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه
عن هما گفته است صحیح است، هیچ اشکال در این باره نیست. ولی رأی احناف در اینجا راجح است نظر به چی که در کتاب هدایه است و ایره ترجیح داده در فتح القدیر که 4 رکعت خواندن بسیار زیاد ثواب داره و به این مداومت صورت گرفته از طرف رسول الله صلی الله علیه وسلم، نظر به روایت بی بی عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها. خب میایم دستی که 2 رکعت بعد از ظهر، 2 رکعت بعد از ظهر هم سنت مؤکد است و همچنان 2 رکعت بعد از نماز جمعه. درباره نماز جمعه در تمام کتاب های حدیث ای ذکر است که پیش از نماز جمعه 2 رکعت تحیه مسجد بسیار ضرور است. حتی امام شافعی سبرا واجب می دانه، لیکن در مذهب حنفی او سنت است، او سنت مؤکد است. همین 2 رکعت تحیه مسجد پیش از نماز جمعه. اگر کسی در مسجد میاد و امام خطبه میده، در مذهب حنفی این خطبه را گوش بگیره. چرا خطبه فسعوا الی ذکر، همین ذکر الله که در آمده در نماز جمعه، این چی است؟ خطبه است و خطبه را انسان گوش بگیره و ای برش فرض است و ای تحیه مسجد ای سنت است. پس وقتی که فرض چی کرد آمد، سنت ای نخوانه، گوش بگیره به خطبه امام گوش بگیره، که امام باید بسیار مواضع مفید را در هر جمعه برای مقتدیهای خود انتخاب بکنه. اگر مردمی باشه که اکثریتش انگلیسی میدانه به انگلیسی بگویه، اگر عربی میدانه به عربی، همین رقم به هر زبان. چرا که در مبسوط سرخسی محمد ابن احمد ابن ابی سهل سرخسی رحمه الله گفته است که الخطبه تو هی الوعظ، خطبه عبارت از وعظ است. وقتی که وعظ است، وعظ به زبان ابو قوم میشه که او را گرفته بتانن. بنابراین سبب لکن در اینجا یک قوم در این جایی که ما هستیم از چی هندوستانی هست که اما خطبه را به عربی میدانن، میگه این زبان بهتر است برای عبادت، لکن اینمی مسئله را چی نمیکنه که اصلا در خطبه درست است که زبان عربی زبان عبادت است، لکن اصلا در خطبه ایست که مردم مسلمان یک جمعه دیگه جمعه مطالب بسیار مفید، مطالب بسیار مهم در دینشان برای مردم تلقین شود، تعلیم شود و مردم او را فرا بگیره. به اندازه ضرور است که حتی اگر یک کسی دیگه گپ بزنه، این نمازگزار برای از او بگه که ساکت شو، گپ نزن، ای هم نماز خود از دست داده، لغو کرده، یعنی از بین رفت تمام وضو چیش. اینقدر یعنی تاکیدات است که انسان به طرف یعنی خطبه امام متوجه باشه، خطبه امام گوش کنه که چی میگه برای ازی در امورات دینی، در امورات یعنی مثلا نماز، زندگی اجتماع، در سایر مراتب هر چیزی که ضرورت فهمی از او بسیار ضرور باشه برای قوم، باید امور امام چی بکنه، یعنی امام اهلیت درست علمی داشته باشه و مردم از مسائل چی با خبر بسازه، از مسائل دینی و چیزایی که ضرور است برشان فهمی از او، و مردم به اینمی رقم ای را گوش بگیره. گوش گرفتن از این بهتر است از 2 رکعت نماز تحیه مسجد، ولی در مذهب شافعی چونی واجب است، اجازه است که در وقت خطبه هم بخوانه. و چنانچه به سلیک غطفانی که یک صحابی بود آمده بود رسول الله صلی الله علیه و آله در وقت خطبه برش فرموده که تو 2 رکعت سنت خوانی، گفت نه، گفت قم، فصل 20 شد ای را خوانده
لکن یک کسی دیگه که باز آمده او را گفته که فقط آنیت و آزیت تو هم ناوقت آمدی و هم مثلا مردم اذیت میگه سر شانهای مردم تیر شدن و گناهی بسیار کلان است در روز جمعه هر جایی که جایی بودم اون یک کس بیشینه ای حرص نکنه که من سر شانهای مردم تیر شوم و مردم اذیت میکنم این بسیار گناه شدید است گفتم ناوقت آمدی هم مردم اذیت میکنی بشی نگفته که بخوان اما ای را گفته یک علت خفی میگه در روح هست که یه آدم بسیار فقیر بوده و رسول الله صلی الله علیه وسلم او را الله اعلم یعنی استاد کرده که مردم ببینه که یعنی سلیک قطفانی یعنی می آدم است قابل صدقه است قابل کمک است یکی از اهداف دنیایی نماز جماعت است که مردم یک آدم رنگ پریده گرسنه بیچاره ببینه باید مردم در همونجا متوجه حالت اقتصادی از او شوه از روی همبستگی که اینا از نماز جماعت پیدا میکنن برای از او کمک بکنن و میگه دین مثل یک بنیان یشد بعضه بعضا مثل یک بنیان است که بعضی از این تعمیر بعضی دیگرش محکم میگیره مسلمان ها هم باید با هم دیگر اینمیتو روابط مستحکم داشته باشند از او کس مؤمن نیست که او کمش سیر خواب کنه و همسایش مثلا گرس نباشه این گفته مؤمن نیست پس بنابرای صاحب ای همه گیزی برای ای چیزهای جانبیست در چی؟ در نماز جماعت که یعنی به زندگی دنیا هم ای جماعت و ای فایده داره لکن اصلا رضای الله سبحانه و تعالی عبادت است طوری که خداوند امر کرده ما مامور به اطاعت امر خداوند هستیم بعضی حکمت های دنیایی هم که در روح هست از او استفاده کنیم بسیار خوب است که یعنی مسلمان ها از این چی استفاده بکنن خب این یک مسئله است دومش ایست که در این مسئله که در نماز جمعه گفتیم در اینجا آمده که دو رکعت نماز جمعه پیش از نماز جمعه اما پیش از جمعه ذکر نکرده در این حدیث و همچنان کدام دلیلی صحیح در دیگه احادیث نیست که سنت مؤکد باشه انسان پیش از نماز جمعه چهار رکعت سنت بخونه این از سنت های غیر مؤکد است کسی که در نماز جمعه میه دو رکعت تحیه مسجد بسیار مهم است و این را باید هیچ وقت چی نکنه بخونه بغیر یک حالتی که امام در خطبه باشه در غیر از او دیگر نماز دو رکعت تحیه مسجد دیگر بشینه ذکر کنه گوش بگیره که امام چی میگه و یا مثلا به شرطی که در مساجد یک تنظیم درست بیاید که امام ها بسیار تبلیغ بکنن بسیار مردم احکام دین برشان نشان بتن این بسیار ثواب داره اما کدام ایتو تاکید یک سنت مؤکد در این نیست که این قدر نماز بخوانه یا این قدر بخوانه پیش از نماز جمعه اما بعد از جمعه چهار رکات هم بسیار صحیح حدیث است و قوی حدیث است و دو رکات هم دیدن که در این حدیث همگیش قوی احادیث است که برای شما میخوانم از بخاری و مسلم گرفته شده این احادیث احکام دو رکات هم گفته که ما امرای رسول الله هم دو رکات خواندن خب ای اغلبا در لفظ دیگه شما دیدین که در این گفته که امیر نماز مغرب دو رکات بعد از نماز شام دو رکات بعد از نماز خفتن دو رکات بعد از نماز جمعه را ففی بیته در خانه خود رسول الله صلی الله علیه وسلم میخوان خب این یک سخن دیگه هست که این هم تفصیل کار داره که امروز خب ما سنت را در امو چی میخوانیم در مسجد میخوانیم
و ولبيتر ايست كي اگر كسي بتوانا سنت را دخاني خود بخانه. چرا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرموده است که شما خانه های خود قبرستان جور نکنین، یک جای برای نماز در او تعیین کنین، در اوی شما نمازهای نفلی خود بخوانین، نمازهای سنت بخوانین، نمازهای حتی وتر بخوانین در نماز در خانه خود. افسوس که امروز ما و شما در یک مدنیتی هستیم که اوی جای نماز خواندن نیست، در هر طرف تلویزیون هاست و آواز هاست و رقص هاست و، اما اگر کسی در وقتی که موسیقی چالان باشه و نماز میخواد نمازش نمیشه، اگر ذکر میکنه ذکرش نمیشه. چرا؟ موسیقی چی شیطان است و او رغبت انسان را به طرف چی حیوانی میکشانه، و قرآن که است یک کلام الله سبحانه و تعالی است، او انسان را به طرف صلاح و خشوع و توجه به سوی الله سبحانه و تعالی میکشه، و بین هر دوی ازی یعنی منافات است. باید اینال وقتی که یک بی بی آی جیس یا یک مسلمان است در خانه خود یک جای را خالی از موسیقی، خالی از رقصای بعد چی ازی بر اختصاص بده برای نماز، اینطور نکنه که در اونجا پیش رویش ای چی مانده است و رقص هم چالان است و یام نماز میخوانه، موسیقی هم است و یه نماز میخوانه، اینطور نکنه. چرا موسیقی که شد حتی ذکر علما بند کرده در وقتی که موسیقی باشه، چرا فکر انسان خراب میکنه. این نماز در صورتی میشه که انسان توجه داشته باشه به سوی الله سبحانه و تعالی، با خشوع با تضرع نماز بخوانه، اون نماز است. یعنی رکن معنوی نماز شاولی الله سبی دهلوی حجت الله البالغه یک کتاب داره، در او تصریح میکنه که رکن معنوی نماز خشوع و تضرع است. خشوع و تضرع در وقت موسیقی از بین میره. خب حالا میایم سر ازی مسئله که کسی که نماز میخوانه در خانه خود نوافل را ایره در چی بخوانه؟ الا المکتوبه تا، مگر نماز فرض را، نماز فرض را او را در جماعت باید ضرور بخوانه، یعنی در جماعت بره و اگر عذر نداره و مریض نیست و میتوانه پس نماز جماعت خود را ایچی نکنه، یعنی قضا نکنه، نماز در جماعت برسانه. این یک مسئله است که رسول الله صلی الله علیه و سلم دیگه تصریح کرده که ایره در خانه میخواندن، این نوافل اصلا در خانه است. و در خانه یک حکمت دیگر هم در احادیث که خیرون، کسی که در خانه خود نماز میخوانه خیر در او خانه میاد، برکت در او خانه میاد، از آفات و از چیزا نگاه میشه. الله سبحانه و تعالی برکت الله را کس نمیفهمه که چی رقم سر از او خاندان برکت میاره، از غمها از این چیزها خدا نگاهش میکنه. اگر او خانه را که اگر او جا نماز خوانده شد در او جا شیطان داخل شده نمیتانه، در او جا جنیات میگرزه، از او جا هیچ کسی او جا در او صورت و نماز خود را ایر خانه خود را قبرستان که نسازه گفته پیغمبر خدا، یعنی بدون ذکر خدا بدون نماز بدون این چیزا مثلا ایره نمانه خانه خود را. ای خب لکن حال امروز خب ما و شما که میبینیم اکثرا ما و شما همی چی خود در مسجد میخوانیم، چون در افغانستان هم همینطور بودیم و در اینجا هم همینطور هستیم، در مسجد هم چی خود میخوانیم. در اینجا خب یک علتی است که خانه های ما دور است از مسجد مثلا، لکن همی خود موتر یک وسیله است که نزدیک ساخته فرزن کیره مسافره. اگر میتونه انسان که نفل خود در خانه برسانه بهتر از فرز خان بره نفل خود در خانه خود بخانه، در نماز جمعه هم در نماز پیشین هم در هر وقت ای بسیار. اما اگر خانه دور باشه و وقتی که تا خانه میرسه و وقت فوت میشه
یا یکان چیز دیگه پیدا میشه. باز در او صورت انوارشاه صاحب کشمیری، فیض الباری شرح صحیح البخاری یک کتاب داره، جناب انوارشاه صاحب او فتوا داده است که در خود یه مسجد بخوانین. اگر کدام مشکلی که در این عصر شما چی میکنین که خانه دور باشه یا میبرین با پشت یک کار دیگه چیز پیدا میشه و موانع پیدا میشه و خانه خود رسیده نمیتونین، وقت ضایع میشه و تیر میشه وقتی از او، در او صورت شما دمو مسجد بخوانین او بهتر است. این کتاب را ما وقتی که چی استاد بودیم این کتاب میخواندیم، شاه انوارشاه صاحب کشمیری در کتاب فیض الباری که شرح صحیح البخاری است این مطلب یعنی این فتوا را داده است. والله اعلم، یعنی این بهتر است، لکن دل انسان میشینه که اگر مشکلات باشه انسان به خانه رسیده نمیتونه، وقت زیاد میشه، پس در اون مسجد بخونه سنت خود را بعد از نماز. خب این یک راهی است که برای انسان پیدا شده است که امون ثواب میگیره در صورتی که خانهش دور باشه و مشکلات باشه و اونجا سنت های خود را بخونه. این فتوای انوارشاه صاحب کشمیری است، اگرچه مردمان سلفی او را خوش نداره امی عالمه، حتی در بعضی از چیهایی که اونجا بسیار شدیدن اونا چی میکردن این را منع کرده بودن که تو چیها نباشه. اونو بود تو که پیغمبر خدا گفته که سنت در خانه بخون، در خانه بخون که خانه شما با برکت باشه. لکن بعضی مشکلاتی هست که او را در اون صورت این تیگان فتوایی که اگر میشه او هم درست است، وقتی که انسان عذر داشته باشه درست است. خب ای راجع به ای حدیث شریف بود که اما پیش از عصر چهار رکعت بسیار ثواب داره، بسیار اجر داره کسی نفل بخونه، لکن ای از جمله سنتی مؤکد نیست، از جمله سنتی مؤکد نیستن. و همچنان چهار رکعت بعد از نماز خفتن، ای دو رکعت هم آمده، چهار رکعت هم آمده، هر کدامشه که میخوانه در نوافل به ثوابش است و ای چی است و به فایدهش است. و در نماز چی که از بی بی حفصه رضی الله تعالی عنها از امهات المؤمنین که روایت کرده که رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد داخل شدن وقت فجر، پیش از او سحر می باشه که یعنی در وقت صبح کاذب و سحر است، در او وقت نفل می خوانه تهجد می خوانه وتر می خوانه. وقتی که سحر داخل شد با دو رکعت نماز خفیف می خواند رسول الله صلی الله علیه و سلم. این می سنت همین طور است که دیگر نماز نیست دیگر بعد از داخل شدن فجر، غیر دو رکعت بشینه در اون وقت، یعنی ذکر بکنه، بسیار ثواب داره نسبت به ای که نفل بخونه. و چه فقط دو رکعت سنت نماز صبح خفیف میخواند. و چون که ای چند چی است، یکی است که شب به سه حصه تقسیم کنه، و البته ما در باره تهجد با یک روز خاص برای شما گپ میزنم که او یعنی شرف مؤمن در خواندن نماز تهجد است، لکن یک وقت زیاد را ایجاب میکنه که دوباره از این گپ بزنیم. اما قدر برتان میگم که علمای حدیث بیان کرده که مسلمان چون شرفش در تهجد است از همه نفلا کرده، خواندن نماز در شب که بخوانه و تهجد بخوانه این بسیار ثواب داره. خب این حالی میگه که شب سه ایسه تقسیم کنه، دو ایسه خواب کنه، یک ایسه مثل رسول الله صلی الله علیه وسلم، یک ایسه ایسه باز بخیزه تهجد بکنه، ای بسیار ثواب داره برش که خوابش هم قضا نکنه. اگر کسی ای تو کنه که از سر شب تا صبح، چنانچه ما یک کسی را دیدم یک وقت یک جای میمون از چی آمده بودم از کابل میرفتیم در بغلان،
اوی خانه یک از این که آدم تا صبح شیست میگفتم این طور نکو، این خواه سنت رسول الله این طور نیست، شما این تو بکنین که خوابم بکنین باز بخزین. اگه او یک جایل بود قطعی ما جنجال کرد. خب به هر صورت یعنی چی هستن این طور به سه حصه تقسیم بکنن، یا خانم خدا موظف بسازه که دینی وقت شب مرا بیدار کو، یا یک ساعت چی کنم یک پروگرام یک سکیجول برای خود جور کنه. و بعضی در شرح بلوغ المرام میگه که به شش ایسه تقسیم کنه شب خدا، سه بر شش، از شش سه ایشه شب خواب کنه، دو ایسه دیگه ازیرا بیدار شوه که چهارم و پنجم حصه در امی سکیجولش هست، این رو بیدار شوه، نماز بخوانه، تهجد بخوانه. بسیار در این وقت مثلا ثواب داره که همه چیز خواب است و یکانه کسی که به سوی خداوند با خشوع و تضرع استاد میشه خود یزی آدم است و الله سبحانه و تعالی تمام حوایج یزی رو خواه گناهش همیش رفع میشه. خب یک ایسه ششو میشه، یعنی شش بر شش، یه از شش ده یک ایسهش یه خواب کنه که به نماز صبح چی برای یعنی نشید و خوب یک ایسه که خواب کرد باز بیدار شد و بروه. اگر میتونه ای تو سکجول درست میکنه، مثلا خانم خود چی میکنه بیدار میکنه مردینی وقت بیدار کو، ساعت یا ساعت کوب میکنه، یک چیزی میکنه، در این صورت ای بسیار مثلا ثواب داره. صحابه اکرام حتی به اولادای خود وقت چی میکرد که اینقه وقت تو باز شب بخی، اینقه وقت مادرت بخیز، اینقه وقت ما میخیزم، این تو تقریبا اینا ایتو عادت داشتن که هیچ شب نمیموندن که بدون نماز تهجد ای سپری شود. خب از این مطلب هم مثلا چی شده فهمیده شد به صورت مختصر البته. خب بعد از او یک حکمتی را بیان میکنیم که در همینجا که حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرموده است که ما امرای رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز خواندیم، دو رکعت پیش از پیشین و دو رکعت بعد از پیشین و تمامی را ای ذکر. چرا این نوافل پیش از نماز فرض و بعد از نماز فرض اینقدر تاکید شده و از سنن مؤکد است؟ این چرا رسول الله صلی الله علیه و آله قد تاکید کرده؟ علتش ایست که انسان در یک در وقتی که از مسجد و از نماز و از چیز را دور شد در کیفیت دیگه در زندگی داخل می شود و پس اعاده کردن کیفیت و تلذذ و لذت گرفتن از نماز یک مقدمه می خواهد که در نماز انسان داخل شود از راه نفل. نفل هم نماز است، ولی مهمترین نماز نماز فرض است، لکن برای از یک مقدمه به کار است که انسان وقتی که در حیعت دیگر داخل میشه که حیعت نماز است، مقدمه است برای آمدن خشوع و تضرع و بیاد آوردن الله سبحانه و استاد شدنش در پیش روی الله سبحانه و تعالی. این چیزا سر از این تأثیر میره. این حالی وقتی که نماز چی رو میخوانه، نماز فرض که شروع میکنه، در این صورت ای کمال نمازش چی میکنه. چنانچه در اینجا یک چیره برای شما بگویم در قصه حنزله و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. حنزله رضی الله یک صحابه اکرام جوان، ای نو که ازدواج کرده بود، یک دفعه اعلان شد که برین بچی به جهاد. ای همونطور خیست ای قدر یعنی فرصت نیافت که خودم بشویه، همونطور رفته بود و نو ازدواج کرده بود، اما شب ازدواجش بود رفت در اونجا در غزوه احد بود، بیچاره شهید شد. یک وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم که بعضی حجاب ورداشته میشد، بعضی غیب میدید یکان اندازه ای که خداوند میخواست.
دید که ملائکه یک آدم میشویه، یک ملائکه یک آدم میشویه. ای چی کد که گفت که غسیل الملائکه، ای شخصی که ملائکه ای را میشویه، ای از این صحابه کرام ای چرا ای تو رسخو خیل ای پرسان کد از چیشو پیدا کد علتش از خانمش گفت که بله ای نو مرا موشو ازدواج کده بودو چون که اعلان شد که به جهاد ضرور بخزین همون تو خیست و رفت و داوی شهید شد دیگه. ای یعنی یک غسل جنابت برش دادن، یک غسل از چی برش دادن که خداوند ایرین ملائکه از آسمان با آب رحمت و با آب از جنت آورده ایره میشویه. ای تو یک صحابی قدر است. ای پیشتر از او یک چیز را حکایت میکنه با ابوبکر صدیق سم میگه که ها ابوبکر ما که در پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم میشینیم جوان است، یعنی اینقدر لذت میبریم در یک حالت دیگه میباشیم، غرق در اون حالت میباشیم، هیچمی دنیا و مافیاش از یاد ما میرود. ولی وقتی که باز از پیش مجلس رسول الله صلی الله علیه وسلم میبریم پیش اهل و فامیل و کار و قسم و زندگی خود میبریم، او فضا باز از پیش ما نمیباشه دیگه. فضا امی ما چی نباشیم، به قلبا ما منافق نباشیم، هیچ طور میشه. او بکر صدیق هم میگه راست میگه، راست میگه، ما همه تو راستم. خب بیاین که بریم پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم. اینا میاین پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم، پرسان میکنه که یا رسول الله، ما که در مجلس تو میشینیم چنان سر ما یک تأثیر میاد که یک چیز یعنی منهمک میشیم در یک لذتی که اون لذت از دست ما میبره وقتی که از مجلس شما میبره، در اون حالت از پیش ما نمی باشه. ای رو ما ترسیدیم که ما چی می باشیم، یعنی خدا نخواسته ایتون رو در یک حالت صحیح هستیم، در یک حالت دیگه باز تغییر می خوریم، در جمله چی نبه نفاق و این چیزا. گفت نه، این کمال ایمانتان است. از ساعت و ساعت پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ساعت، یک ساعت انسان رقت قلبی و ای پیدا می کنه. اگر این حالتی که قطیمه هستید شما همین حالت دائم به امرای شما باشه، ای شما ببینید ملائکه به شما دست میده در راه و جای کارتا. ولی این ساعت که زائل میشه خیر است. یک ساعت که مقصد شما بیاین و مثلا شما در نماز استاشین امی لذت ببینین، شما عبادت کنین امی لذت ببینین، امی ساعت درست است. ساعت دیگه اگه در کار و بار و زندگی و اهل و فامیل شروع میکنین خیر است. این کمال ایمانتان است. این چی نیست او چیزی که شما فکر میکنین او طور نیست. او خو منافق کسی است که او مخالف همین دین است. در ظاهر با لفظ خود به امرای مسلمان ها خود را مسلمان نشان میده، در معنا او بغض داره، یعنی عقیده قلبیش خلاف او سخنایست که او ظاهر میکنه، او تو شما نیسته، شما در او رده نیستین، شما کمال ایمانتانی هست. پس بنابرای سبب هنال بیبی صحبت رسول الله صلی الله علیه وسلم یک آدم با کجا میرسان و دور شدن از صحبتش او را چی میساخت، یعنی به این متوجه میساخت که ما در اوی چی حالت سر ما آمد دیگه. این میتو نماز است. وقتی که انسان در نماز داخل میشه پیشتر باید سنت بخوانه و که این حالت پس برش بیایه، اینال با یک حالت بسیار مناسب داخل نیاز راز و نیاز و چی با الله سبحانه و تعالی در نماز میشه. ای فلسفه پیش از نماز فرض از سنت است. فلسفه بعد از چیش، یعنی حکمت بعد از نماز فرض است که انسان در نماز یگان وقت زود میخوانه، یگان وقت اصل ای طور است. آدم که یک آیت قرآن حفظ میکنه، یک حدیث حفظ میکنه، باید که در وقتی چی، یعنی در وقتی ضرورت بخوانه، خصوصا آیت قرآن نماز بدین. وقتی که قرآن شریف میخوانین،
معنایش در نظر گرفته فکر کرده یعنی انسان بخوانه، خصوصا که نفل میخوانه. چرا؟ یک جای آیت عذاب میه در اوج قلبن از خداوند نجات بیافین از این عذاب جهنم میه از این نجات بیافین. و ما در حدیثی که در هفته گذشته برای شما گفتم از عدی بن حاتم که حدیثی صحیح قویست که رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت که شما یک چند چیز پیش بینی کرد برای مردم که او چیز واقع شد. خود عدی میگه که ما خودم در جمله کسانی بودم که در فارس چی کردیم فتح را نصیب ما شد و این را گفته بود رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما باز خودم در جمله همو اشخاص بودم این تمام چیز را برای شما گفتم. من لیکن یک چیز دیگر هم رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت، یک روزی بعد از مردن تو پس زنده می شوی، باز می روی، الله سبحانه وتعالی تو حساب می گیره و هر چیزی که کده ای او را برات میگه که اینی کار کردی اینی کار کردی و خودت نمیتانی گفته که نه، اقرار میکنی. در این وقت است که مستر میشی، ناچار میشی، طرف دست راست سیل میکنم چیزی برای ما یک مدد یک چیزی پیدا شد، خب غرق شدم. هر چیزی که الله سبحانه وتعالی من یعنی تایید کردم، چیزی دروغ گفته نمیدونم پیش الله سبحانه وتعالی، دیان است، قاضی است و همه چیز طرف دست راست خود سیل میکنه، جهنم سیل میبینه، آتش آتش میخوره چی داره، طرف دست چپ خود سیل میکنه آتش میبینه. اینی تو مسیر سر آدم نه در اوج چی به دردش میخوره؟ فقط علم نماز و عبادت و اوامر الله سبحانه و تعالی رو فرمان بری کردن و با قلب خاشع و چی پیش الله سبحانه و تعالی استاد شدن و علاوه برو صدقه کردن. مال ای قدوس نداشته باشه که حتی در راه خدا یک صدقه بکنه، یک چیزی که در راه خدا چی میگه، مثلا این تلویزیون ایمان است، تلویزیون ایمان یک تلویزیون است که واقعا یعنی کدام فشاری سر ما نیست که شما این گپ نزنین این رو بگوین یا این بزد فرقانی ها گپ نزنین بزد این حرکت آمده، اما از اینجا خونسا میشه، دلایل ردش گفته میشه. دیگه تلویزیون های چیزای روحیه نیست، خود فرقانی ها در اوجه او تلویزیون با همی سبب چی کرده که عقیده مردم خراب بسازه و این نشرات داره به نام چی مردمان سادله و هر چی کرده خراب ساخته است. و اگر شما ایره مثلا یک روپه خود در این را کش نکنین گردنتون بسته میشه، این رای چی داره است. بنابرای سبب شما باید اینه پروگرام ما را مثلا چی کنید، سپانسر کنید، همچنان دیگه کمک کنید امرای امو که ستلایت از بین میره. ستلایت که از بین رفت خود در این منطقه کانادا و امریکا در این منطقه هم و از روی ستلایت اینا چی میکنن، کمک بکنین. این با اون روز باز به دردتان میخوره، زکاتتان هم بتین، هر چیزی که میکنین مقصد این تلویزیون نمانید. دیگه این تو تلویزیون در اینجا نیست، یعنی اگر کدام نقصی داره شما امرای همو نفرش گپ بزنین، امرای چی شما سخن بزنین، موضوع اشکال خود را رفع کنین. خب از موضوع یک ذره بر آمدیم، ببخشین، امی هم یک وسیله چی هست. خب آمدیم سری از این که بعد از فرض سنت ضرورتش گفتیم و پیش از فرض ضرورت سنت این برای شما خواندیم. لیکن یگان وقت یگان حدیث ضعیف می باشد، بعضی مردم ای تو خاصت داره میگه این حدیث ضعیف است لیکن این را به عمومات حمل میکنیم، خیر است. مسئله ذکر است، مثلا مثل شب اول جمعه ماه رجب، در این یک رقم نماز اختراع شده که در اصل حدیث نیست. اون نماز صلات الرغائب، یعنی
همون مردم به او کوشش کنن و خدا برسانن و ایره چی بکنن که ایره نماز رغائب گفته میشه. در شب اول جمعه ماه رجب ای. یا در چی شعبان در نصف شعبان ایجا کدام حدیث صحیح در این نیست. حتی در چی در فتاوای ابن تیمیه رحمه الله ذکر کرده است که این حدیثی که درباره عزیز حدیث این است موضوعی است. حدیث موضوعی است که رسول الله صلی الله علیه وسلم نگفته یک آدم به نسبت عزیز که یعنی چی است زاهد است یا خوش داره که ذکر بکنه، لکن امورات ذکر و عبادت اصلش بنابر توقیف است، یعنی موقوف است به همو ترتیبی که رسول الله صلی الله علیه وسلم که مبلغ شریعت است او بیان کرده است به همو ترتیب باید شود. اما اگر از پیش خود حیعتی از او را وقتی از او را و چی از او را بیان بکنه این میگن بدعت. این بدعت است و بدعت بسیار گناه است. ما گفتم که رسول الله صلی الله علیه وسلم در هر نماز جمعه مردم از چی میشه. اگر این بدعت ها زیاد شده بره زیاد شده بره اخیرا به این میرسه مثل دین مسیحیت واری میشه، مثل که آل هیچ کلام عیسی علیه السلام در بین از اینا وجود نداره. عیسی علیه السلام از شراب من کده اینا میخوره، از گوشت خنزیر من شده این میخوره، هیچ چیز پیش از اینا ثابت نمانده. چرا که همه از چی فعل از طرفی از او هست، یا بولس یا فلوس از طرفی از او هست. از این سبب است که مایکل هارت که کتابی را نوشته کرده و یک استاد ریاضی بوده، یک عالم فلک بوده، او 100 نفر چی کرده است خوب تشخیص داده که کی با بشریت به صورت درست و اصلی یعنی چی کرده است خدمت کرده است. به جمله از اونا حضرت عیسی علیه السلام 3 نفر گرفته است. گفته که 90% چیزای مسیحیت از بولس آمده. بولس یک یهودی بود، دین مسیحیت از روی انمی چیای انسانی بشری پر کرده است و دین اصلی دین از او یعنی چی شده است متروک است، او را کس چی نمی کنه. اگر بدعت دین اسلام هم زیاد شود و مردم بگه که خود چرا ایرم ای قدر چی میکنه، یک نفر در کتاب چی نوشته که در کتاب حدیث که ما دیدم یک مردم در صلات رغائب چی بودن یعنی شوقی و ذکر و به عید شب اول جمعه رجب اقدر پابند بودن که از چی کردن کسانی که در ماه محرم خود میزنن و چی میکنن از او کده اینا در این نماز بسیار چی بودن، یعنی او هم بدعت است ای هم بدعت است هر دویش بدعت است، لیکن گفته شوق و رغبت و چی مردان در صلات رغایب ما از او کده بیشتر دیم. چرا اونا خو فکر میکنن که امی خو گناست شاید یک توبه کنه یا خدا به حال بیاره، این فکر میکنه که این نماز است و این را پیغمبر گفت در حالی که پیغمبر را نگفته. این حدیث موضوعی است، باید مردم اینمی چیزا را متوجه باشه که تحقیق بکنن در دین خود. اگر یک چیزی که او را پیغمبر خدا نگفته مردم او را عبادت بگیره بسیار برش ضرر داره، ای را از ایمان میکشه از اسلام میکشه. ای اطمانا میده که یعنی پیغمبر خدا نفهمیده بود ای دین بیان نکده بود، حالی ای آدم ای زاهد ای چی ای را یعنی ابلاغ میکنه و ای خوبتر ای را به مردم میرسانه. نعوذ بالله یا دین تکمیل نشده ای او را تکمیل میکنه. الله سبحانه وتعالی و آیت الیوم اکملت لکم دینکم یعنی هیچ پیش از این کدام به معنا چی مانه و خودی از این حالی تکمیل میکنه اقدر این ضرر داره. پس احادیثی که
خب يعني اني رقم مثل حديث عمدة الأحكام، حديث بخاري شريف، حديث مسلم شريف، دیگه احادیثی که در میسره هایست است سنجیده شد. اگر ای تو حدیث در این کتاب ها نباشد و یک آدم برای تشویق و بگه خوی عبادت هست، عبادت میکنم و ای بسیار خوب عبادت هست، لذت هست، بیاین مردم در این سهم بگیرن و مردم رغبت بتو و مردم کوشش بکنن، ای بسیار گناهی کلان است. ای را هم در ای بعضی شورای امی حدیث به همین مسائل اشاره کرده، بعض دیگر هم گفتن، بعض چیزهای دیگر هم در اینجا ذکر کرده. خب ای طور است که یک چیز است، یک بدعت است که در اصول عقاید است و فسق است. فسق در عقیده خرابتر است و شنیعتر است از فسق در عمل کرده. مثلا یک آدم بگوید که من حدیث قبول ندارم، یا پیغمبر خدا اینمی حدیث در بخاری شریف گفتن، من اینمی را به مطابقش عمل نمی کنم، یا اینی آیت قرآن مطابقش عمل نمی کنم، مطابق قول یک امام عمل می کنم، مطابق قول یک شخص عمل می کنم، این در این گیر بیا در این رقم. چنانچه ما در چی یک روز در عربستان سعودی رفته بودیم، یک هیئت نماز عصر در اوجه خواندیم، چی تو مزه دادی نماز که تمام امی زندگی ما امون تو نماز نخوانده بودم. دیدیم یک قاری سدیس یا هر کسی که بود، خدا رحم کنه سرش، بسیار نماز خوب نماز عصر خواندیم و پیش روی ما کعبه شریف و بسیار به یک فضای آرامی و خوب خواندیم. در دل خود شکر کشتیم که اینه که چه خوب یک نماز با حضور و با چی خواندیم در این جای مقدس و پاک. مجردی که امام سلام و امام سلام گفتون، در پالوی ما یک کس بود و استاد شد، باز این نماز خواند. ما یک پروگرام داشتیم، یک استاد دیگه ما رو گفت که بخی که بریم که ناوخت. ما گفتم نه، تو بیست که ما از یه آدم سوال کنیم این نماز چی وقت، بعد از نماز عصر خود نفل نیست، این نمازی پر کیفی با معنای رو که دیگه خواندیم، این باز چرا تکرار کرد؟ یک اینه میخوانه یا دیگه چیز میخوانه، این چی رقم مذهب است؟ این کدام دین است؟ خب ماندم تا که خلاص کرد، برش به عربی گفتم، عربی رو نمی فهمید، به انگلیسی کمی امراش چی کردم، دیدم که مرا گفت که مال کجاستی؟ ما فهمیم ایرانیست. گفتم مال نیستم، خب انسان هستم، از افغانستان هستم، خب این تو قدش گپ زدم یک ذره. خب باز ما گفتم که بیادر تو همین بعد از این که همین نماز که خواندم باز چرا خیستی دیگه نماز خواندی؟ گفت برای ما همی چی ما یعنی علمای ما یا شیخای ما اینا گفته که شما اهل سنت پشتش بخوانین باز نماز خود پس بگردانین. اینه به تو گفت. ما گفتم چرا؟ گفت به نسبتی از اینکه اینه به تو گفته که او را من نمیخوام، من اگه انجینر هستم و یعنی من افغان ها را در اوجه دوست دارم و اینطور. من گفتم این دوستداری را خیر، اما اینمی که پیسه دادی مصرف کردی که تکت تیاره دادی تا در اینجا آمدی، اینجا تو یک راه جدید دیگر را بزدی دین پیدا میکنی که این نمازی که خواندی این غلط بود، این در دل تو ننشست، این را رفض کردی تو و خواندی دو رکات چهار رکات دیگر تو از او خواندی، این خون نشد نماز تو، از نگاه شرعی نماز تو باطل شد، تو گناهگار شدی با کلی، تو خبر داری یعنی؟ و این گفا را که قطعزی من شروع کردم و گفتم بیبی اما کسانی که چیست برای شما مرجع است، همین مرجع شما باید کتاب خدا و سنت رسول الله باشد، نه یک شخص. او شخص ای گپه که زده خلاف سنت رسول الله گفته، خلاف قرآن گفته، تو او را قبول میکنی یا قول خدا و رسول قبول میکنی؟ او تو خود مسلمان هستی،
تو هم به این قبله استاد شدی مام، تو هم خدا را میشناسی مام، پس تو قولش را قبول نداری، قول رسول الله را قبول نداری، پس قول اون چی خدا قبول داری؟ ای آدم یک دفعه گفت راست میگی برادر، این گپ تو راست است، لیکن ما چطور کنیم؟ ما را اینمی کسایی که مرجع فقهی ماست اینمی تو میگه بر ما، ما تو فرزن او کفر بگوید تو کافر میشی، او تو را یک رای غلط نشان و خدا بر تو عقل داده، خودت عقل خود به کار پرتو. قرآن و سنت رسول الله دو چیز است که تو را نجات میده، او مرجع او تو را نجات داده نمیتونه، و خودش در عذاب خود چی می باشه. این بیچاره گریان کرد و چی کرد؟ گفت حالا من گمراه شدم، ناروا کردیم. گفت بله، پیسه تام سوخت، کرای تیاره تام از بین رفت، چرا که تو این چیزی ری که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان کرده، الله سبحانه و تعالی این جماعتی که ای چقدر فضیلت داره این رو تو رفض کردی، رد کردی، عملا رد کردی و گفی و اون مرجع را گرفتی. و باز بیچاره بسیار چی کرد و گفت خب من دیگه چطور کنم، من خودم اون جایی که هستم همه گی اینه. ما گفتم نه، تو دین خدا خودت چی بکن، تابعی از اونا نباشه، در غیر از او خداوند تو را اینمی تو روزی میاره که دست راست میبینی جهنم، دست چپت میبینی جهنم، هیچ راهی نجات نداری غیر از عمل خود که موافق امر اونمو پیغمبری بکنی که از تمام چیزا برای ما خبر داده، راه را برای ما روشن کرده. اگر مرجع را قبول کنی و او پیغمبر را ترک کنی سخنشه و قولشه، و در این صورت اونمو جهنم جایت میشه. ای به ما دست داد و وعده کرد که ما می دیگه از همی چی خود میگردم، و بعد از اون باز ما خیستم امرای استادا رفتم و اونا چی شدن. بر صورت یعنی معنی است که شما گپی هر کس قبول نکنید. یک آدم میخواست یک ذکر پیدا میکنه که اینی ذکر اینی قدر بخوانین، اینی را اینی قدر بخوانین، این را این بخوانی، پیغمبر خدا او را نگفته باشه، او فایده نداره، او ثواب نداره. و حضرت عبدالله ابن مسعود کسی گفت که اینی یک جماعت بعد از نماز گرد میشون و اینی توی میگه اینی قدر تو بخوان، اینی قمم یه خانم یه قچی، گفت از این پیغمبر به غیر طریقه پیغمبر میگه. گفت که خب لباس خدا پوشید و کس نشناسش، رفت قاطی از اونا شیشت، بعد از او گیره دید که راستی خلاف سنت پیغمبر اینا ذکر میکنن، تعداد عددات یه زیره و چی یه زیره پیغمبر نگفته، اینا از پیش خود تعیین میکنن که اینی قدر صد دفعه تو بخوان، صد دفعه من میخوانم، این چیزا رسی اینا به گمان ازی که ولی نمی ثواب داره برای ما، ذکر میکنیم، نماز رقایب است میخوانیم، شب اول جمعه رجب است میخوانیم، این بسیار ثواب داره خود، چرا ای چی نباشه، حالا خود ذکر است میکنیم، نماز است میخوانیم، دیگه چرا ای گپار اینا پیدا کنم. ایده بینشان شیشت گپار زد برشان، گفت ببینین قسم به خداوند است که شما را خداوند عذاب میده و ایق فاصله هم تیر نشده و انوز لباس های صحابه کرام که مردن تا بالی از بین نرفتن و همه شما دین را مثلا چی کردین؟ تغییر دادین؟ روش پیغمبر، روش سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم را تغییر دادین؟ اینا برسه اونا را مانع شدن که یک صحابی بسیار جلقز عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه. خب از او جمله در چی جهر به بسم الله الرحمن الرحیم میگه نکنیم. در بعضی مذاهب آمده که بسم الله الرحمن الرحیم بخوانیم، در بعضی مذاهب گفته امی هم. چرا این بسیار تا چی کرده است؟ به نسبت از اینکه وی ایتور چی کرده که ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی الله تعالی عنهم اینا هم بسم الله را به جهر
در چی نخواندن در نماز بسم الله را به جهر، یعنی اونا هم نخواندن. ای چی است؟ خب در یک روایت دیگر در امی چی آمده است که رکعتا الفجر، یعنی دو رکعت سنت نماز، خیر من الدنیا و ما فیها. یعنی این گفته که این دو رکعت نماز سنت فجر از دنیا و ما فیهای ازی کرده، از همش کده ای بهتر است. این پیغمبر خدا گفته که خداوند از غیب برش وحی کده، امی سنت هم وحی است، ای ثابت است، قرآن هم وحی است، بسیار یعنی متواتر و چی، و سنت هم وحی است. این پیغمبر خدا گفته از دنیا و مافیهایش کده، یعنی ای بهتر است که انسان در آخرت یک به جاهایی میرسانه که این دنیا و این چیز از او کده، یعنی هیچ به او برابری نداره، دنیا و ما فیها. اینال یک حدیث دیگه است در اینجا که میگه که الدنیا ملعونت و ملعون ما فیها الا ذکر الله و ما والاه او عالما او متعلما و عالم او متعلم. الى امام ترمذی در ابواب زهد این حدیث ذکر کرده. در اینجا گفته که دنیا ملعون است. چه رقم دنیا؟ دنیایی که انسان را از راه آخرت بند کنه، دنیایی که انسان به یک راه باطل چی شد مثل که حدیث دیگر که تعس عبد الدرهم و عبد الدینار، یعنی حلاک میشه بنده درهم و بنده دینار از سبب پیسه پیدا کردن درهم و دینار، یعنی از سبب ازی پیدا کردن راه خدا را ببانه، در راه خداوند سنگ اندازی کنه، مثلا یک مسلک دیگر انتخاب کنه، فرقانی شوه، یک چیز دیگر شوه به نسبت درهم و دینار. تعیس عبد الدرهم و عبد الدینار. باز خداوند داخل یه حدیث چی میکنه او را؟ میگه که ویزاشی که فلن تقشه، یعنی خداوند یک روزی را سر از او میاره، یک مصیبتی را سرش میاره که هیچ وسیله بر نجات خود باز پیدا کردن نمیتونه. آلی به دنیا دین خود فروخته، به دنیا دین خود فروخته. ایجا میگه که در این حدیث ترمذی شریف هم میگه که الدنیا ملعون. کدام رقم دنیا؟ اینمی دنیایی که به ضد آخرت شروع شد. هر عملی ازی چی باشه؟ ضد دین باشه، هر عملی ازی مخالف سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم باشه، ای ضد دین است. ازی باید مردم خود نگاه کنه، از هر عملی که در دنیا میشه، دنیا یک جسر است، یک برج است برای رسیدن به آخرت. ال ده حدیث دیگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم بشر المشائین بنور تام، بشر المشائین فی الظلم بنور تام، کسانی که در تاریکی میخزه تمی تو چی داره سعی داره کشتن که بسوی مسجد بره بسوی نماز بره، این شما بشارت بدین به نور تام در روز قیامت. در روز قیامت خوی بسیار سخت است، روز سختی می اثر انسان، مثلا پل صراط می آه. در پل صراط اگر چی نباشه که او یعنی در او جگه نور نباشه، روشنی نباشه، انسان می غلطه، که غلطید بر روی خود می غلطه، در جهنم می سوزه، او از بین می روه، خلاص می شه دیگه. یعنی چرا که او در نه خود زحمت داده در راه آخرت که نماز است و امر الله سبحانه و تعالی است، این هیچ پروا نکرده. اینال در اوج بعضی در دیگه آیه کریمه میگه که
برای بعضی مسلمان ها را میبینه که در پیش روشن روشنیست رای پاک صاف رفته میتانند، اینا نمیتانه که این منافقین هستن و مخالف اسلام هستن، این نمیتی چیزها را پیدا میکنن، مخالف به سنت رسول الله میشوند. اینا میگه شما صبر کنن، نقتبسو من نورکم، ما از نور شما در استفاده کنیم، ما شما را میشناسیم، شما فلان فلان در دنیا شما را دیده بودیم. میگه که نه، اینا برش میگه که نه، این نور ما از اینجا پیدا نکدیم، برین پس به دنیا فلتمیزو نور از اوجا التماسی این نور را بکنیم، اوجا این کار را میکدیم که امر خدا را قبول، تا این نور این روشنی برای شما در اینجا پیدا میشد. این نور حال برای شما نیست، این نور تنها برای ماست که ما در دنیا خود را بازی ندادیم، ما در دنیا فریفته مال دنیا، یعنی منصب دنیا، لذت دنیا در خورد و نوش و به این چیزای سکولاریزم بازی نخوردیم، و حالی که ما دین خدا محکم کردیم، خداوند این نور رو برای ما داده. خداوند اینجا میگه بشر المشائین فی الظلم به نور تام یوم القیامه، نور تام خداوند برش در روز قیامت میده که به سوی نماز میروند، خدا را یاد میکنند، به سوی عزیز چی میکنند، اون رو نور تام خداوند برشان میده. اما اگر اینا ایتور نکدن، اون تاریکی در حالش است، مثل که این قصه در قرآن کریم و ایره الله سبحانه و تعالی اینا را عذاب میکنه، در جهنم میاندازه. پس کسی که نه به نماز پابند است، نه به دین پابند است، نه به پیغمبر پابند، در پشت پیغمبر تبلیغات می حدیث حدیثک ها را در گاربچ پرتید، خب تو چی میکنی؟ قطعی خود دشمن هستی، ظالم، خود هلاک میکنی، باز تو خود هلاک هستی، دیگران را چرا گمراه میکنی؟ تلویزیون را برای از این جور کردی که دیگران را از راه اسلام بکشی، این دین حق، دین نجات دهنده انسان. از این شما مثلا پند بگیریم، بسیار مردم های غربی که مسلمان میشه این حقایق درک میکنن. خب او یه قصه چی هست، لیوبولد فایس، او رو که مسلمان شده، این جالب قصه ده، حالی از چی میمانیم از مطلب، و اینمیره فکر کرده که اصل راه نجات، امو مایکل هارت که 100 نفره که چی کرده، اول درجه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفته که نجات داده بشریت را، راه را آورد، در حالی که خودش مسیحی است، از 1976 است، یعنی در نیویورک ای کتاب نوشته کرده و مسیحی هایی را نوشته کرده که نجات دهنده شما و رستگاری شما در پیروی محمد صلی الله علیه وسلم است. این نمبر ون کسی است که بشریت نجات میده، هم دنیایش خوب میسه هم آخرتش. خب ای تو رای چی هست؟ ای رای حق است. اما یک مسلمان میخزه؟ این میخزه که مثلا در راه دین سنگ اندازی میکنه، باید که از این را یعنی جلوگیری کنه، خود را نجات بده. ای هم چی هسته؟ یعنی در این حدیث شریف میگه که دنیا ملعون است. کدام دنیا ملعون است؟ همین دنیایی که به ضد آخرت باشه، به ضد محمد رسول الله باشه که شریعت آورده، از این دنیا، از این راه مردم مانع میشه، این آدم ملعون است، ملعون است همی رقم دنیای ازی، و ما فیها هر چیزی که در این راه پیش میبره همش لعنت خدا در سرش است، و این از رحمت خدا چی است مانده است. ملعون ما فیها الا ذکر الله، این استثناء میکنه، مگر ذکر خدا. این دنیایش دنیای درست میسازه، این زندگیش زندگی درست که به دردش میخوره در آخرت میسازه. و ما والله آنچه کتابی این ذکر خداوند است، رفتن و پیروی کردن از رسول الله صلی الله علیه و سلم، چیزی که
اطیع الله و اطیع الرسول، این این چیزا را که خداوند گفته اینا ایر نجات میده. و عالم او متعلم، یک چیز دیگه در دنیا بسیار چیز که یکی عالم یکی متعلم، انسان باید دو قسم باشه، یا عالم باشه یا متعلم باشه. یعنی بسیار آدم هاست انجینر هاست دکتر هاست دیگه هست دیگه هست، از امورات دین هیچ خبر ندارن. حتی ما در چی دیدم که اگر یک قاعده اصولی است، یعنی ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، این قاعده ای طور است. مثلا خداوند در قرآن کریم میگه که ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، شما در نماز نزدیک نشی وقتی که شما انتاکزیکیشن این در حالتی چی باشه نشه باشه، در نماز نزدیک نشه. چرا؟ علتش میگه حتی تعلموا ما تقولون، تا که بدانین که شما چی میگن در نماز. اینال ازی چی است؟ این علتی چی قبلی است که شما شراب نخورید. چرا که شما را فکرتان خراب می نمیفهمین که شما چی میگین. از این علمای قاعده را کشیده که هر مسلمان دکتر باشه، انجینر باشه، ای باشه، تجار باشه، هر چی که باشه، به می اندازه ای که عبادتش صحیح کده بتانه سرش واجب است که ای را بفهمه. فهمی از این سرش واجب است. امی اندازه ای که مثلا چند آیت قرآن با ترجمه با تفسیر باید پیش یک عالم در اون منطقه خود بشینه، خود بفهمانه، از احکام فقهی از وقت خود ضایع کنه سر می، یعنی به اصطلاح مصرف کنه سر ازی و ایر خود بفهمانه. نماز خود که بخونه، آیت قرآن که میخونه، معنایش در نظر گرفته پیش بره. اینطور نکنه که مثل کدیک در حدیث میگه مثل یک مرغ واری که نول میزنه اینه می تو حالا سبحان رب الله سبحان رب باز بالا شد و خلاص و این نماز نیست. یعنی ای گفته اینی قدر علم در شریعت واجب است، واجب حکم فرض داره، یعنی فرض است که آدم امو قدر که نماز خود صحیح کده بتانه، امی اندازه را باید که هر مسلمان زن و مرد باید ای را بفهمه که از نماز لذت ببره، که در نماز استاد میشه که آیت قرآن بخونه، معنایش در نظر گرفته و پیش بره و ای سرش واجب است که باید این کار بکنه. خب اینالی میایم سر این مسئله. یک مسئله دیگه است که انسان یا عالم باشه یا متعلم باشه. این شرم نکنه در امورات دین که من کلان انجینر هستم، اینجا مثلا مهم آدم هستم، حالا من برم پیش یک ملا بشینم و یک آیت قرآن ترجمه کنم و تفسیر کنم و را تمام وقت خود است که یول کو. یک وقت برای تعلیم دین ولو که بسیار معتبر هستی، ولو که چی هستی، خدا یک ذره بشناس که تو کی هستی و از چی رقم پیدا شده. این میره خدا راسته کو که در راه خدا ای بدردت میخور. اینالی برادران عزیز، یک مسئله دیگر برای شما بحث میکنم و اون مسئله چی است؟ حکم تکرار جماعت در یک مسجد. یک مسئله فقهی است، این را شما یاد بگیرین که این بسیار مهم است. مثلا بعضی مردم در این چی هم میشه، یک آدم نماز میخوان، یک آدم دیگه میاد پشت از او چی میکنه که ما پشتی، یعنی اقتدا میکنم یا برای از او اشاره میکنم که من برای تو اقتدا میکنم. آیا این جماعت چی حکم داره؟ بسیار این تفصیل داره. خوبترین بحثی که من در این چی کردم یافتم او نظر شیخ البانی است رحمه الله است، خداوند مغفرت کنه. البانی، شیخ البانی است، از البانیه است. وقتی که همی چی های کمونیستی آمده در وطنشان، بازم بچه خود آورده طرف بلاد اسلامی و این بچه ازی واقعا یک عالم جلیل القدر شده که در این اواخر مثل چنانچه علامه ابن باز رحمه الله که او هم یعنی بسیار یک عالم با تقوا و با ایمان بوده،
و علی وام فوت شده که از معاصر علمای ما شما است وام شیخ البانی است ای ای باز در کویت بودن چند دفعه ای بندی شده در چیز سوریه احادیث کلاسیفای کرد تنظیم کرد تقریبا 70 اثر از این در احادیث نشر شده که بسیار مهم است یه خدمتی کلان کرده است که شیخ ابن باز میگه که ما رأیت تحت عدیم السماء فی هذا العصر مثل شیخ البانی فی علم الحدیث در این وقت معاصر در زیر آسمان چتر آسمان ما مثل شیخ البانی واری یک عالم کلان در علم حدیث من ندیدیم و نیست در دنیا ایتون با برکت عالم بوده و ما آوازش شنیدیم که در ما میگه که کسی در مجلس درسش پیاله چای به دست چپ گرفته و یمینک یمینک به دست راست بگیر یعنی هیچ وقت شما چای را غذا را هرچی به دست راست بخورین اگر کدام چی مشکل نداشته باشه خب این شخص خوب یک تحلیل کرده است همین مسئله را که تکرار جماعت در مسجد چی حکم داره و این نمی حکم است که از هر جای جمع کرده گفت است که یک مسجد است که امام راتب داره مؤذن راتب داره یک مسجد است که مثلا امام مقرر شده برش و مؤذن هم هست در وقتش آذان میته در وقتش نماز میته اگر یک کسی بیاید در میتو مسجد پیش از امام جماعت کنه حرام است نارواست نه نمازش قبول میشه و نه چی یا بعد از جماعت از او بیاید جماعت کنه ده نفر پنج نفر بیاید دیگه جماعت کنه در میتو مسجد حرام است نارواست و تنها در صورت این جماعت باید بکنه که اگر امام راتب امو امامی که معین است و منظم است تنظیم میکنه این مسجد ای در اون صورت که اگر ناوقت کنه وقت نماز را یا بسیار وقت به اسکیجول نداشته باشه که مردم بفهمه وقتش در اون صورت باز این قدر حرام چی نیست مکروه اما اگر ای تو سکیجول داشته باشه یک منظم چی باشه در این صورت باز کسی که مخالفت میکنه ای چی است در حکم مسجد ضرار میه زیرا که یک اختلاف و نفاق در این مسجد میندازه یک امام است امام داره این میه به نسبت از این که یعنی امام خراب است و چیست من یک مسجد یک جماعت دیگه میکنم یک نفاق و شقاق بین مسلمان ها در این مسجد میندازه این حرام است نارواست خب در اینجا یعنی چی است مثلا بسیار وقت دیده شده که نماز جماعت خوانده شده نماز جماعت خوانده شده مثلا عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه آمده امرای چند نفر رفیقاش که نماز جماعت خوانده شده نماز جماعت خوانده شده این در مسجد نامده پس رفته در خانه خود امی جماعت کرده در مسجد نکرده امی هم دلیل است برای ازی که جماعت دیگر در مسجد درست نیسته اما اگه تو باش فرزن نماز جمعه است که یک دفعه مردم زیاد از جایی نمیشه در یک دفعه اگه به دو دفعه او خود یک عذر است اما در غیر از او اگر امام راتب باشه و وقتش معین باشه و ای بیای دیگه جماعت ده نفر پنج نفر بیای دیگه جماعت کنه ای جماعت نارواست ای هیچ صورت اگر می بود عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه صحابی جلیل القدر فقی صحابه است و می هم می درمد جماعت می کرد جماعت رسول الله صلی الله علیه وسلم رای صحابه نماز خوانده بودن که اینا آمدن پس رفت در خانه خود هم رای رفیقاش نماز خوان در مسجد نخوان این هم دلیل است برای از این که یعنی در مسجد که امام داشته باشه در اوج جماعت دوم درست خب اینال در اینجا به یک حدیث دیگه
برمی خورم که مختصرا برای شما یک سخن دیگه هم از که امام البانی او را ذکر کرده از قول امام شافعی رحمت الله علیه، او گفته است اگر اذا دخل جماعتون المسجد فوجد الامام قد صلا صلو فرادا. امام شافعی هم گفته اگر مردم داخل شد در مسجد دید که امام نماز خوانده، تنها بخوانند نماز را، به هیچ جماعت نکنند. صلو فرادا فان صلو جماعتا اجزعتم صلاته ولكني اكره لهم. این نماز مکروه است که اگر نماز خدا به جماعت دفعی لانه لم يكن من احوال السلف، احوال صحابه کرام ایتر نبوده که یک دفعه جماعت شد باز دیگه جماعتی نادوب بکنه، بنان ای صحیح نیست. اما اگر مسجد باشه فی قارعت طریق، یعنی در سر راه یک مسجد است و امام و چی نده، امام راتب و مؤذن راتب این نداره، معین و مقرر بیتر نداره که ای چی بکنه، به این صورت باز پروا نداره که اگر جماعت تکرار میشه. اگر مؤذن نداره، اگر چی نداره، امام نداره، در اون صورت پروا نداره. چرا که گفتم ما دیدیم که در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم کسانی که نماز جماعت خوانده میشد باز اونا از سر دیگه جماعت نمیکرد، صحابه کرام. این نظر امام شافعی صاحب نظر چی هم است؟ نظر ابو حنیفه رحمت الله، نظر یعنی نظر اجماع تمام علما به این می است که جماعت دوم ای صحیح نیست. یعنی هر کس که بعد از نماز جماعت میه به تنهایی نماز خدا بخونه، غیر از این که مسجدی که در سر راه باشه یا چی نباشه. خب زیرا که نماز جماعت گفته سر نماز، اگر ای اجازه داده شود که تکرار جماعت شد، تقلیل جماعت میه. مردم فکر میکنه خود ای نرسده دومش میرم در او و یک صورت صورت عذر ما بیان کنم، چون یه در مسجد ما هم همینطور چی هست که نماز جمعه دو دفعه خواندم، این خو یک مسئله عذر، یک جای جایی نمیشه دیگه، مسجد نیست، این علایده یک مسئله است. اما این در صورت نیست، این در صورت است که یک چند نفر میه، یک آدم نماز، یک آدم دیگه در پشت استاد میشه نماز میخونه، جماعت میکنه. این درست نیست در مسجدی که در اوج امام داشته باشه و در اوجا چی داشته باشه، مؤذن داشته باشه. خب در این صورت درست نیست. لیکن یک حدیث شریف است که حدیث صحیح حدیث است، رسول الله صلی الله علیه و سلم همراه صحابه کرام نماز خواندند، باز یک کسی آمده، بعضی میگه که ابوبکر صدیق بوده، لیکن این روایت ضعیف است، خود یک صحابی بوده آمده نماز چی خدا میخواسته، چون از جماعت مونده این نماز خدا میخواسته بخوانه. رسول الله صلی الله علیه و سلم به طرف صحابی های خود نظر کرده و فرموده است که کدام یکی از شما هست که صدقه بکنه سر از این آدم، صدقه بکنه. او صدقه ایست که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرموده که صلات الرجل مع الرجل ازکا عند الله من صلاته وحده. یک آدم همراه دیگه آدم که نماز به جماعت میخواد، نمازش بسیار پاک و یعنی سالم و درست میه نسبت به ای که تنها بخونه. ای عزیز صاحب میگه که کسی هست که صدقه کنه سر از این آدم که برکت نماز جماعت گیر کنه، ای تو یک کسی هست. خو یک صحابی میره پشت از او استاد میشه، اینال دیگه ای حدیث تحلیل بکار داره. مردم بسیار از این حدیث استفاده میکنن، میگه که یک دفعه جماعت شد، یک دفعه دیگه جماعت باز شروع میکنن. این رو خوب معناش فکر کنین. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده که کسی هست که صدقه کنه سر ازی، یعنی معنای سخن رسول الله صلی الله علیه وسلم میتونست که این آدم
27 درجه ثواب نصیب شده که نماز جماعت خوانده. و این آدم غریب است از نگاه ثواب نماز، یعنی نماز میخوانه. آیا این آدمی که غنی است از ثواب نماز این صدقه میکنه که یام در حکم جماعت داخل شده و این شخص اینالی که امره از او میخوانه، چون فرض نماز جماعت خوانده برای از این نفل است، برای از این نفل است، اما برای از او خو اون نماز فرضش است، پس این برکت جماعت گیر کرد که این هم 27 درجه و 25 درجه ثواب میگیره. این طور معنا داره. اما اینال خوب فکرتانه بگیرین، اگه 7 نفر، 10 نفر، 3 نفر میایه نماز جماعت شده، اینا همه گیشان جماعت میه که پیش میشه دیگه شیستاد میشه پشتش. در این صورت خوی هیچ کدام از اینا چی قابل از این است که صدقه کنه با دیگه خود. اینا خو همه نماز جماعت نخوندن. این صورت شما در ذهن خود بگیرین که این رقم دیگه جماعت ها نیست. مثلا 3 نفر از بیرون میان نماز جماعت خوانده شده، اینا همگیش قابل صدقه دادن است، هیچ کدامی از اینا نماز جماعت نخوانده که او صدقه کنه. یعنی اینا خودشان قابل از که در هر کدام از این فرق میکنه این مسئله با او. در او صورت او شخص که اقتدا میکنه با وجودی که نماز جماعت خوانده در پشت فرضگزار میخوانه و ای برای ازی نفل است و صدقه میکنه سری او فرضگزار که ثواب از او را بالا میبره. فکر شما شد؟ یعنی در این صورت با او صورت بسیار فرق داره. در غیر از او، یعنی جماعت دوم در نماز، ایر مکروم جمهور علما که از او جمله از علمای جمهور ائمه سلف ایره و از او جمله ائمه ثلاثه ابو حنیفه و مالک و شافعی رحمت الله، همه گی به این نظر هستن که جماعت دوم نارواست، صحیح نیست و بعضی میگه مکروه، بعضی میگه حرام است. مکروه مکروه تحریمی است، یعنی ای درست نیست. اگر چی در مذهب امام احمد ابن حنبل دو روایت است و یک روایتش به امره یمی جمهور علما است که جماعت دوم صحیح نیست، نظر به امو تحلیلی که درباره صدقه کردن که رسول الله صلی الله علیه و سلم به او شخص گفته است ای درست است که صدقه میشه در صورتی که فرض خوانده باشه. اینال ای ثواب جماعت ازی ثواب زیاد گرفته، ای میتونه صدقه کنه، نماز یزورم با برکت بسازه با ای. اما ای که 3 نفر 4 نفر بیه همیشان نماز جماعت نخوانده، یکیش پیش میشه جماعت میکنه در اون مسجدی که در اون یه امام راتب داره، امام منظم داره و مؤذن معظم داره، نماز به وقتش میخوانن، یک اخلال در نظم اسلامی پیدا میکنه، اخلال در نماز مردم پیدا میشه، در مسجد مردم پیدا میشه، از این بسیار استفاده سو میشه. بعضی وقت دو چند نفر میه استاد میشه نماز جماعت پیش از امام میته، یعنی امام خوب نیست، امام غلط است و امام اینطور است، یا مثلا بعد از او میخوانه، یک نوع پراگندگی و تنفر و به نظمی دمی مردم او مسجد چی میشه. و اگر امام باشه که اگر فرضاً اهلیت امامت نداره، او خو حدیث دیگری از رسول الله صلی الله علیه و سلم که ملعون است او تو کسی که مردم از او متنفر باشه او خود به زور امام بسازه، او خو غلط است. او رو باید مردم یک کسی را که اهلیت داره درست است. این گپا درباره اون تو یک امام است که مردم همه یعنی اساس درست را انتخاب کردن و عالم است و اهلیت داره و تمام شروطش برابر است، به این صورت چی نکنه. و اگر نیست هم اخلال در نظم مسجد، این شخص لازم نیست که این کار بکنه. اگر نید جمله منافقین میره، ای اگر چی هم میشه، فرضاً امام است مؤذن نداره و با وقت نمیه، با دو صورت پروا نداره.
اگه امام است، عالم است، درست است، لکن هیچی نداره، خو اینا آمده حالا میخواه که نامی از او رو بد کنه یا چی کنه، ایچی است. بعضی مردم از سر یک امام راتب یک چیز را جور میکنه، یک دلیل غلطه. ایره یکی از شیخ قاسمی در اصلاح مساجد این مسئله را ذکر شده، بسیار وقت سر امام ها مردم یک تهمت و یک چیز را میتونه، یک آدم دیگر را پیش میکنه در نماز، باز که یعنی ذرا خجل شوه یا مثلا چی است، این کارها را برای از اینکه جلوگیری شوه به حکم مسجد ضرار نروه، که امام راتب بیچاره را اینا به این ترتیب بدنام کنن یا چی کنن. این وقتی که به اجماع مردم انتخاب شده دیگه کس در مسجد حنفی، مذهب حنفی است که مکروه هست، بدون اجازه امام کسی پیش شوه نماز بده، و اگر خودش اجازه کرد امام در اون صورت درست است. ولی اینمی چیز در بسیار چیا ما یادم میاد وقت امام بودم برای افغانا، ما کس آمد بگو بی دعا کنم ختم بودی، و یک کس دیگه آمد از دست ما ایره گرفت و یک کس دیگه دار که تو دعا بود. امام معین و راتم مانده بدون اجازه از او یک کس دیگه، و او رو باز گفت که تو پیشم شده نماز. چی است؟ این حرام است، این نماز نمیشه. این شما چی بکنید؟ چنانچه که حضرت عبدالله ابن مسعود که اینمی کار نامده که در این جماعت کنه در خانه خود کرده، اگر کسی باز جماعت میکنه بیرون بره در این مسجد، یعنی سبب چی نشوه، سبب اختلاف و چی در مسجد نشوه. اول عبادات نفلی در مسجد به جماعت می شود، و چنانچه می بینید در مسجد حرم شریف عبادات می شود، نفلی، تراویح دیگه می خوانند، او چی است، نفل می خوانند مثلا به جماعت می خوانند، در صورتی که امام اجازه بده او پروا نداره. اما فرض، نماز فرض یک دفعه که جماعت شد باز دیگه تکرارش در اون مسجدی که در او امام باشه، او بدون اذن از او قطعا جواز نداره. اینی مسئله ای بود که ایره هم برای شما تکرار کردم. و یک واقعه بسیار مهمی از صحابه کرام بود که ما او را باید در پایان که خود مثل که در روز در هفته گذاشته برای شما قصه اما صحابه اکرام عدی بن حاتم را ذکر کردم، ای را هم می کردم، ولی وقت ما تمام شد. و در اخیر یک خواهش از شما دارم که اینمی پروگرام که در باره نماز و چی است ما از کتاب عمدت الاحکام می خوانم، لیکن مقید او مذهب حنبلی است و این شخص بسیار مبارک آدم بوده، ای امرای پیشی هر کس درس خوانده، پیش شیخ عبدالقادر جیلانی هم 40 روزی درس خوانده، باز او وفات شده رحمه الله. باز این شخص از او رفت پیش دیگه شیخ درس خوانده، بسیار یک کتاب خوب در علم حدیث که یعنی فقه هست، احادیث احکام است. ای را که ما اختیار کردیم برای از اینکه شما بفهمین امی حرکت فرقانی که شروع شده و حادیث در گاربی، این در حقیقت فقه هم در گاربیش مندازه، دین مندازه، چرا که تمام احکام در قرآن کریم نیست. قرآن کریم یک کتاب معجزه است، او بلاغت داره، فصاحت داره. ببینید در صدر اسلام این قدر مردم که به قرآن مسلمان شده، و تا امروز مردمی که مسلمان میشه قرآن کریم که میبینه و که میخوانه که معجزه است، به کلی ایره جذب میکنه. و روش صحابه کرام، اخلاق پیغمبر صلی الله علیه وسلم، اینا همه تأثیر داشت، لیکن یک عامل مهم بسیار کلان خود قرآن کریم است که سبب یعنی
جذب قلوب مردم میگرده وقتی که در این داخل میشه. او چیزایی را که در 1400 سال پیش گفته عالی میبینن که ساینس و دیگه امور تایید میکنن. مثل که ثابت است مثلا اولاد دادش کمی مادرش مثلا این امثال از این که این علاقه بود این مدغه بود این تمام چیزا را این رو ساینس تایید میکنن. و سریزی هم مثلا کتمور و دیگه و دیگه که دانشمندای بزرگ هستن و زنده هستن همه ی از اونا یعنی این رو تایید کردن و این کتاب معجزه است، تنها کتاب احکام نیست. از این سبب احکام الله سبحانه وتعالی فرموده است و ما اتاکم رسول فخذوه ما نهاکم عنه فانتهو، چیزی رو که پیغمبر به شما میت از اون بگیرین، یعنی به او عمل کنین، چیزی که شما رو منع میکنه رو شما نگی. جامع و کامل احکام در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم تکمیل شده است، چرا که بیان شده است و چیزایی که مجمل است در قرآن کریم. چرا دیگه چیزا مثلا آیات یونیورسال آیات است، راجی به کائنات است، راجی به ای است ای است ای است، ای هدفی از او یعنی بشریت را نجات دادن است قرآن کریم. تنها احکام نه، احکام یک جزی چی است، از این بسیار چیزا مثلا مجمل آمده است ولی رسول الله صلی الله علیه و آله را بیان کرده است. و ما اینمی احکامی را که در نماز ای به این تفصیل برای شما ذکر میکنیم ای از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اینه شما ببین، پس حق نداره کسی که مثلا سر دین کسی یک حمله بکنه و بگه که شما حدیث کار چی نکنین و بعضی مردم های ساده و کی را بازگیر میکنه اونا میگه عالم ما اسلام و فهمیدیم یعنی ای طور است ای طور است. اینا از دین بر آمدن، اینا که از مثلا این سخنه را که میگه این از دین میگه. شما ببینین که اینمی تفصیل را که در سنت پیغمبر در نماز فرزن این در زکات و نوزه و دیگه تمام مسائل اسلامی همگیش یعنی تفصیل داده شده است، بیان شده است به صورت صحیح به احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس راه درست برای شما پیروی محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، در غیر از او گمراهی مطلق برای به انسان پیدا می شود که این خراب می سازد. و از این سبب شما اینمی پروگرام را و امثال ازیر شما سپانسر شوند، اگر نه ای از بین می رود، ای ساتلایت که از بین رفتی هم از بین می رود. ایده این منطقه ها همه با ساتلایت چی است و گپ بزنین این مشکل حل بکنین. شما مسلمان هستین، ما در خدمت شما هستیم، لکن توان چی رو نداریم، ما نه کار داریم و نه بار و نه چی، ایسا ما توان مادی نداریم که ای و این به قوت شما میشه و یک آدم نمیشه، چندین آدم این کار میتونه که امیر تلویزیون از ورشکست شدن و از چی کردن نجات بدن. از خداوند پاک تقاضا میکنم اگر کسی مریض از خداوند شفا بتش، اگر کسی کدام حاجت داشته باشه شرعی خداوند حاجتش برآورده بسازه، اگر کسی یعنی متردد است الله سبحانه و تعالی اینمی سخنای ما را از حدیث رسول الله در سر وقتی از او برسانه، راه منسجم و درست و مستحکم دین اسلام را انتخاب بکن. پروردگار عالم به همگی ما و شما در دین ما را نگاه کند از خرابی دین ما و همچنان دنیای ما را در افغانستان خداوند صحیح بسازه، مردم ما را از قتل و قتال، از تعصب، از قوم پرستی، از این چیزها نگاه کنه. در غیر از خداوند کمک نمیکنه کسی که منحرف شوه از سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم. قوم پرستی غلط است، همگی باید بس یک کلمه واحد لا اله الا الله محمد رسول الله جمع شوه. وما علینا الا البلاغ.